صحتمند باشین و درس های گذشته تان خوب تر یاد گرفته باشین و امروز میپردازیم به درس جدید خود. درس جدید ما و شما به تعقیب درس گذشته ما نعت شریف است. در درس گذشته ما و شما حمد شریف خواندیم که ثنا و صفت خداوند جل جلاله بود، ولی در درس جدید ما نعت شریف میخوانیم که اینجا اوصاف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان صفات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده است. قبل از اینکه ما در رابطه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی بگویم، میریم به متن کتاب، چون متن کتاب شعر است و او را یک بار من میخوانم تا مشکلی که شما در متن کتاب داره مشکلتان حل شود و بعدم به توضیح و تشریح متن کتاب میپردازیم. شاگردان عزیز، شما هم کتابتان را برداریم و متوجه کتابتان باشید تا اینکه امون مشکلی که در متن کتاب داره مشکلتان حل شود. نعت. بعد از این گویم نعت مصطفی، آن که عالم یافت از نورش صفا. سید الکونین و ختم المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولین. آن که آمد نوفلک معراج او، انبیا و اولیا محتاج او. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین. صد هزاران رحمت و جان آفرین، بر وی و بر آل پاک طاهرین. آن که شد یارش ابوبکر و عمر، از سر انگشت او شق شد قمر. صاحبش بودن عثمان و علی، بعد از آن گشتن در عالم ولی. آن یکی کان حیا و علم بود، وان دگر باب مدینه علم بود. آن رسول الله که خیر و ناز بود، ام پاکش حمزه و عباس بود. هر دم از ما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام. خب شاگردای عزیز، حال میپردازیم به تشریح متن کتاب و ببینیم که در رابطه به صفات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شاعر چی فرموده است. نعت به معنای صفات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از این گویم نعت مصطفی، بعد از این میگم ما بیان میکنم توصیف و صفات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را. آن که عالم یافت از نورش صفا، او کسی که دنیا به واسطه از او روشن شد، پاک شد. پاک از چی شد؟ پاک از بدی شد. پاک از چی شد؟ پاک از ظلم شد. پاک از چی شد؟ پاک از ستم شد. سید الکونین و ختم المرسلین، سید و آقای هر دو دنیا و همچنان آخرین پیامبران بود. و یک چیزی که در اینجا در مصری بعدیش میخوانیم که میگه آخر آمد بود فخر الاولین. گرچه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیغمبر است، ولی افتخار نخستین را داره. چرا؟ به این خاطر که میگم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اولین و آخرین است. آن که آمد نو فلک معراج او، او کسی که نو سفینه و یا نو برا در رفتن با شب معراج او را همراهی میکردن، انبیا و اولیا محتاج و همچنان انبیا علیه السلام و اولیا علیه السلام محتاج به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن. شد وجودش رحمت للعالمین، وجود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت رحمت بود بر تمام مسلمین، در حقیقت یک نجات بود به تمام مسلمینی که در روی زمین زندگی میکردند. مسجد او شد همه روی زمین. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم و دین اسلام دعوت میکرد، پس هیچ جای مانع این نبود که ما عبادت نکنیم. هر آنجایی که بر ما مساعد میشد میتونستیم که اونجا عبادت خدا را بکنیم، نماز بخونیم و دیگه از کار علای یگانه را اونجا بجا آوریم.
صد هزاران رحمت جان آفرین، هزارها و صد هزارها رحمت باد از جانب ما بر وی و بر آل و پاک طاهرین، به خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به خانواده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان به اصحاب پاک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اصحاب کسی را میگن که با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نشست و برخاست داشت و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیده بودن. آن که شد یارش ابوبکر و عمر، او کسی که دوست نزدیکش کی بود؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بودند. از سر انگشت او شق شد قمر. شق شدن قمر اینجا معجزه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. زمانی که مشرکین رفت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دین اسلام دعوت کرد، مشرکین میگفتند که تو دروغ میگی و تو پیغمبر خدا نیستی، ولی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ادعا میکرد که آنچه میگم از جانب خودم نیست، بلکه از جانب الله یگانه است. ولی مشرکین باور نمیکردند و بالاخره به این نتیجه رسیدند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را گفتند که یک معجزه به ما نشان بده که ما تو را به حیث پیغمبر خدا و همچنان راهنمای خود قبول بکنیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خدای یگانه دعا کرد که پروردگارا، قوم من یا مردمی که در سرزمین ما قرار داره از من میخواهند که یک معجزه بر اونا داشته باشم تا من به حیث پیغمبر بپذیرند. خداوند متعال برش به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت درست است، قومت جمع بکو. و وقتی جمع شدن برشان امو خواسته که از تو دارن که شق شدن قمر است، تو او را میتونی که به طرف امی مهتاب انگوش شهادت تا اشاره بکنی و مهتاب چی میشه؟ شق میشه. که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطابق دستور خداوند جل جلاله عمل کرد و قوم خود را جمع کرد. و وقتی اینا جمع شدن به طرف مهتاب اشاره کرد و مهتاب چی شد؟ دو شق شد یا دو پاره شد که به نام شق القمر هم یاد میشه. یک تعدادی که قلبشان نرم بود اونا مسلمان شدند، ولی تعداد دیگه که جاهل بودند و دمو جهالت خود پافشاری کردند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک تهمت هم به پایش بستند و گفتند که تو جادوگر هستی، پس تو نباید که در بین قوم ما باشی. و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این کار از اینا خسته نشد، باز هم ادامه داد با مو تلاش خود که مردم مسلمان شود و دین اسلام را قبول بکنند. صاحبش بودند عثمان و علی، بهره آن گشتند در عالم ولی. دوزدارش بودند که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و همچنان حضرت علی کرم الله وجهه. به همین خاطر است که حضرت علی کرم الله وجهه و همچنان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نزد مردم خیلی عزیز شدند و خیلی دوست داشتنی شدند. آن یکی کان حیا و حلم بود. یکی از آنقدر حیا داشت و آنقدر برد و بار بود که اشاره به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است. و آن دیگر باب مدینه علم بود، ولی کس دیگه ای که حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، او صاحب علم خیلی زیاد بود. آن رسول الله که خیر الناس بود، او پیغمبری که در حقیقت یک خیر بود بر تمام مسلمین، ام پاکش حمزه و عباس بود، کاکاهای بزرگوارش حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و همچنان حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بودند. هر دم از ما صد درود و صد سلام. هر لحظه از ما صدها درود و دعا بود بر کی؟ بر رسول و آل و اصحابش تمام. بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنان به اصحاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب شاگردان عزیز، حال هم لغاتی که در متن کتابتان بود ما روی تخته یادداشت کردیم، میخوانم براتون لغات هم شما گوش بگیرید تا اینکه مشکلی که در متن کتاب دارین مشکلتان حل شود. خب عنوان درس ما نعت شریف بود، نعت به معنای صفت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ختم المرسلین، آخرین پیغمبران، کونین، هر دو جهان، فخر اولین، افتخار نخستین. اینجا نقطهش هم مونده. معراج بالا رفتن، طاهرین، پاکان، آل، خانواده، خیر الناس، بهترین مردم، حلم، نرمخوی و بردبار. خب اگر کلام مشکلی براتون
در متن کتاب پیدا میشه و یا کدام واژه‌ای را نمیفهمید، شما میدونید که از طریق واتساپ و یا ایموی مکتب با ما در میان بگذارید. انشاءالله که ما به سوالاتتون پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون. اوقات خوش.